درود درود به همه دوستان و عزیزان، امیدوارم هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. درود بر شما، درود 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 به همه دوستان و عزیزان. درود بر شما، درود گرامی، درود بر شما. دوستان بنویسید صدا اوکی هست. درود جناب قاسم، صدا ضعیفه. خب این دیگه آخر صدای دستگاه منه و دیگه کاریش نمیشه کرد. جدیدن بعد از لایو صداتون از تصویر جلوتره. خب دیگه کاریش نمیشه کرد دوستان. من با اجازتون، برای اینکه برنامه امشب یه برنامه مهمیه و نمیخوام کامنت ها حواسم رو پرت کنه، کامنت ها رو میبندم، برنامه رو انجام میدم، بعد اگر رسیدیم در آخر کامنت ها رو باز میکنیم که اگر دوستان نظری هم داشتن بنویسن. اگر موافقید بنویسید موافقتتون رو که یه موقع به قول 57 ها دیکتاتوری نشه، چون یک سلسله مدارکی هست و یک چیدمان پازلی هست که باید با تمرکز بالا شیخ پاستور قاسمی نعرفیه دقیق کرد. تو کی دوست عزیز من؟ من شیخ پاستور قاسمی، تو کی هستی؟ بریم کامنت ها رو میبندیم با اجازه دوستان. بسیار حواله. خب امروز یک شنبه ششم اسفند ماه 2582 شاهنشاهی ایرانی، با یک برنامه دیگر از رستاخیز سیمرغ. شاید این برنامه برای بعضی از دوستان خسته کننده باشه، بخشهایش تکراری باشه، اما به خاطر اینکه تقریبا میتونم بگم یه پکیج کاملی رو امشب ارائه خواهم کرد از آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد، آن چیزی که ما همکنون درش درگیریم، برای منبع خوبه. برای کسانی که یه موقعی حالا سوالی چیزی میپرسن میتونید لینک این برنامه رو براشون بفرستید و اسناد رو نگاه کنن. امشب قصد دارم از پیمانکاران 57 شروع کنم، بیاییم برسیم به امروز که حالا فرچه توالت و قومی و مومی و انواع و اقسام اراذل و اوباش هم ادامه دهنده همون مسیرن. همیشه گفتم توی رستاخیز سیمرغ که ما چون دشمنمون رو نمیشناسیم با ملت ایران و چون نمیدونیم تو چه هچلی افتادیم سال 57، بنابراین همیشه در حال فریب خوردنیم و همیشه در حال سواری دادن به کسانی یا به سیاستمدارانی که از سیاستشون فراری هستیم و همیشه در حقیقت همون چیزی که جمهوری اسلامی اسمش رو میذاره امت همیشه در صحنه، ماها امت همیشه در صحنه ایم. فرق نمیکنه یه امت همیشه در صحنه داخل داریم، یه امت همیشه در صحنه خارج از کشور داریم به اسم اپوزیسیون. بنابراین تمام تلاش من در این برنامه مخصوصا اینه که بخشی از حقیقت پشت پرده 57 تا امروز رو با سند براتون نمایان کنم. برمیگردیم به بهمن 57، زمانی که روح الله خمینی، روح الله کشمیری وارد ایران میشه، توصیه هایی میکنه روح الله خمینی به انقلابیون. قبل از این جریان افرادی بودن، جریان هایی بودن در ایران که در برنامه گذشته توضیح دادم سه دشمن داشت حکومت پادشاهی ایران: یک دشمن خارجی و دو دشمن داخلی، که اون دو دشمن داخلی در پوشش مشروطه و مشروطه چیان حضور پیدا می کردن و همشون تقریبا زیر چتر اسلام بودن، حتی اون کمونیست هاش هم زیر چتر اسلام بودن. نمونهش هم براتون گفتم، کمونیستی مثل خسرو گل سرخی در اون دادگاهی که توسط رضا قطبی مستقیم از تلویزیون ایران پخش میشه، عملا اعلام میکنه که من نوکر حسینم و از این مزخرفات و از این داستان ها. بنابراین این چیزی که دارم میگم، در پوشش مشروطه زیر چتر مشروطه خوانین بودن، روحانیت بود، احزاب بود، حزب پانیرانیست بود، حزب جبهه ملی بود، نهضت آزادی بود، اسلامیون بودن و بقیه اراذل اوباش مجاهدین خلق بودن. دیدید حتما
قرآن خوندن مسعود رجوی و مریم رجوی رو دیدید و چریک های اقلیت بودن، چریک های اکثریت بودن، مجموع اینها در پوشش مشروطه و مشروطه چیان وارد میدان شدن و اصل مشروطه، اساس مشروطه هم که اسلامه، بنابراین روح الله کشمیری خمینی هم شد امام این جماعت. اونایی که میگن انقلاب ما رو دزدیدن گوه اضافه میخورن، روح الله خمینی امام چپی ها، تودهی ها، رودهی ها، مصدقی ها، ملی منقلی ها، کمونیست ها و بقیه ارازل و باش مجاهدین و امثال هم امام همشون بود. اینو میتونید توی نشریات همون ابتدای فاجعه 57 و قبل از فاجعه 57 پیدا کنید، از همین امیر طاهری بگیرید که امام آمد رو زد تا بگیرید به دیگرانشون که هستن. خب توصیه ای میکنه روح الله خمینی در همون ابتدای فاجعه 57، یعنی مدتی بعد، و میگه که برای نگه داشتن این انقلاب از دید اونها که انقلاب نعمت است، توصیه‌ای میکنه به روشنفکران، روحانیت، سیاستمداران، نویسندگان و همه جک و جونورایی که میتونیم اسمشون رو بذاریم جامعه مدنی یک کشور، و توصیه روح الله خمینی هم به اینها اینه که از مشروطه دفاع کنید، برای اینکه اگر از مشروطه دفاع نکنید بلایی به سر این انقلاب میاد که خیلی بدتر از اون چیزی که به سر انقلاب مشروطه اومد. داستان مشروطه هم که براتون توضیح دادم، اینا رو خلاصه وار میگم تا برسم به سنت ها. اواخر حکومت سلطنت قاجار، روس و انگلیس در پوشش مشروطه مردمی که دنبال سرنگونی قاجار بودن رو مجاب میکنن که این حرکت شما اسمش مشروطه است، رهبرانتون هم مصدق و مدرس و بهبهانی و شیخ فضل‌الله نوری و امثال این اراذل او باشن، حالا در کنارش میهن پرستانی هم مثل ستارخان و باقرخان هم بودن، اما اونها در حقیقت میتونیم بگیم فریبی که اونها خوردند، شاید امروز ما درگیر همون فریبیم که ستارخان و باقرخان ها اون زمان خوردن. به هر حال رضا شاهی وارد صحنه میشه، بساط مشروطه رو جمع میکنه و حکومت پادشاهی ایران رو بنا میذاره و بعد فرزند ایشون یعنی ولیعهد ایران پادشاه میشه. 12 سال دوباره حکومت به دست مشروطه شیا میفته، دوباره پادشاه حکومت ایرانی رو برمیگردونه، یعنی پادشاهی ایرانی رو برمیگردونه، و تمام داستانهایی که به پادشاه حمله میکنن هم اگر برید بزرگان انگلابیون رو مطالبشون رو بخونید، دغدغه یا دلیلشون اینه که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت، یعنی حکومت مشروطه. اما این چیزی نبود که نه رضا شاه دنبالش باشه و نه شاهنشاه آریامهر، برای که می‌خواستن ایران رو بسازن، اصلا هم دنبال قدرت و تاج و تخت و این داستان‌ها نبودن، چون پادشاهانی بودن که برای ایران زحمت کشیدن. گفتم دو پادشاهی، حالا زمان نادرشاه و اینا رو من نمیدونم، اما دو پادشاهی هستن اینها که تمام امتیازهای سلاطین و پادشاهان گذشته رو قطع کردن، جمع کردن. یکی از مهمترینش جمع کردن حرمسراها بود. رضا شاه و شاهنشاه آریامهر تنها پادشاهانی بودن که حرمسرا نداشتن. همین الان در کشورهای اروپایی که بعضی از حکومتشون پادشاهیه، معمولاً پادشاهاشون هنوز اون داستان‌ها رو دارن، هنوز اون حرمسراها و میکده‌ها و امثال هم رو دارن، اما نه رضا شاه اینو داشت و نه شاهنشاه آریامهر، و تا روزی هم که نفس کشیدن برای ایران نفس کشیدن، دغدغه‌شون هم ساخت ایران بود. بنابراین این دوتا پادشاه یک پرانتزی باز کردن در استعمار روس و انگلیس تحت عنوان مشروطه. خب 57 اتفاق میفته، مشروطه‌چی‌ها برنده میشن، قهرمانان جمهوری اسلامی میشن همون مشروطه چی های که رضا شاه بساطشون رو جمع کرده بود، از مدرس بگیرید تا بیایید به میرزا کوچک انگلی و بقیهشون، یا الان اگه همین الان شما خیابون های تهران رو اگر نگاه کنید، مثلا ما اتوبان اتوبان سردار جنگل داریم، یعنی یک تجزیه طلب مشروطه چی میرزا کوچک انگلی در تهران جمهوری اسلامی اسم یک اتوبان رو میذاره سردار جنگل، و خیلی چیزهای دیگه‌ای که دارید می‌بینید، هزینه‌های میلیونی برای ساخت سریال، برای جا انداختن این افکار مشروطه‌چیان که در نهایت تجزیه ایران هدفشون بود. همون موقع میرزا کوچک انگلی پرچم
روسیه رو در در شمال ایران تحت عنوان جمهوری گیلان بالا برده بود و دیگرانش هم که بارها بارها توضیح دادم. بنابراین کودتای مشروطشیان در بهمن 57 پیروز میشه و ایران به دست مشروطشیان میفته. رهبر این مشروطشیان روح الله خمینیه و یک توصیه‌ای میکنه به این جانوران. بارها اینو نشون دادم اما چون امشب میخوام هدفم اینه که یک برنامه مستند رو ارائه بدم، یه بار دیگه صحبت خمینی رو گوش کنید در مورد مشروطه تا برگردیم دنبال بقیه جریان ها. در جنبش مشروطیت همون علما در رأس بودند. اصل مشروطیت اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت. این وقتی که اونها میخواستن که مشروطه تحقق پیدا کند و قانون اساسی در کار باشد شد، لیکن بعد از اون که شد دنبالش گرفته نشد. مردم این طرف موندند، روحانیون هم رفتند هر کس سراغ کار خودش. از اون ور عمال قدرت های خارجی و خصوصا در اون وقت انگلستان در کار بودند که اینها را از صحنه خارج کنند، یا به ترور و یا به تبلیغات. گویندگان و نویسندگان اینها کوشش کردند به این که روحانیون را از دخالت در سیاست خارج کنند و سیاست را بدن به دست اونهایی که میتوانند، به قول اونها یعنی فرنگ رفته ها و غرب زده ها و شرق زده ها، و کردن اون چرا کردند، یعنی اسم مشروطه بود و واقعیت استبداد، اون استبداد تاریک ظلمانی شاید بدتر از زمان و حتما بدتر از زمانهای سابق اخیرا. اینجاش مهمه. اگر روحانیون، ملت، خطبا، علما، نویسندگان، روشن فکران متعهد سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند، به سر این انقلاب اون خواهد آمد که به سر انقلاب مشروطه خواهد آمد. این روز دشمنهای انقلاب بیشتر از اون روز دشمنهای مشروطه بودند. خب پس روح الله خمینی چی گفت؟ توصیه روح الله خمینی به رفقای انقلابیونش، انقلابیش این بود که تا میتونید از مشروطه دفاع کنید، از مشروطه حمایت کنید، تعریف کنید. اگر از مشروطه تعریف نکنید و حمایت نکنید، انقلاب 57 به گای عصمت و طهارت خواهد رفت. حالا یه عده آدمهایی بودن در فاجعه 57 که همشون نقش داشتن. چپ چپش نقش داشت، راست راستش هم نقش داشت و همشون شریک بودن در اون فاجعه‌ای که به سر ملت ایران اومد. زمانی که این اهریمنان پیروز شدن، بخشی از این اراذل اوباش 57ی موندن در داخل ایران و شدن سردمداران انقلاب اسلامی. بخشی دیگرشون ارسال شدن به خارج از کشور و شدن اپوزیسیون جمهوری اسلامی. یعنی آدم هایی که تیمی شراکتی یک پروژه‌ای رو انجام دادن، پروژه به نتیجه رسید، بخششون در درون پروژه موندن، بخشش برای ساپورت این پروژه نقش اپوزیسیون رو بازی کرد. به مدت 35 سال این نسل هنوز هم البته هستن، بخشی از همین اراذل اوباش 57 هنوز هم هستن تو اپوزیسیون، ولی خب کلن اون 35 سال که میتونست شاید اتفاقات خوبی در ایران رقم بخوره، اپوزیسیون همون کسی بود که خودش جمهوری اسلامی را آورده بود. بنابراین هر چقدر مردم تلاش کردند، ممکن بود در ارتش کما اینکه چند تا کودتا قرار بود انجام بشه و این کودتا لو رفت
توسط اپوزیسیون هم لو رفت، اپوزیسیونی که خودش متعلق به جمهوری اسلامی بود، بنابراین مردم موفق نشدن. حالا توصیه‌ای که خمینی داره میکنه به هر دو بخش این جریانه، اون بخشی که حاکمه و اون بخشی که داره اپوزیسیون رو رهبری میکنه یا به قول معروف شکل داده، آدم‌هایی مثل همین امیر طاهری دیدید انقدر مشروطه مشروطه میکنه و دفاع از مشروطه، دلیلش اینه، دلیلش توصیه خمینیه، دلیلش مردم ایران نیستن. حالا به اون دلیلش هم میرسم در ادامه. به هر حال اهریمن میاد پیروز میشه و راه‌های نگهداری این جمهوری تروریستی رو هم اعلام میکنه. یه توصیه‌ای میکنه روح الله خمینی بعد از این توصیه که بسیار بسیار شنیدنیه ولی کسی تا امروز بهش اهمیت نداده و ما تو رستاخیز سیمرغ در طول این سالها تلاش کردیم اینو اتفاقا برای مردم باز کنیم. و اون توصیه خمینی چیه؟ اینجاست، الان میشنویم تا بعد بریم سراغ بقیه جریاناتش. شاید خیلی ها شنیدن ولی همینجوری از روش رد شدن، اما رمز پیروزی ملت ایران اتفاقا در همین ویدیوه. نگاه کنید. شب دوستان، این مردمی که شما ها را روی خاره آوردن، این مردم کوچه و محله و زاغه هایی که شما ها را روی مسند نشوندن، ملاحظه اونها را بکنید و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشه. از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشه و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما رو می‌دهد. خب متوجه شدید دوستان؟ بترسید، این خطابش به منی که هنوز به دنیا آمدم نیستا، خطابش به همون جریانهای یا اراذل اوباش انقلابیونه. میگه بترسید از روزی که مردم بفهمند در ذات باطن ذات کثیف شما چیست، کثیف شما اضافه میکنم، و اون روز فاتحه همه ما خوانده است به اضافه اسلام. همین چیزی که من همیشه میگم، انقلاب ایران این بار انقلاب بر علیه چهارتا آخوند نیست، بلکه یک رنسانس در ایران داره اتفاق میفته و باید اتفاق میفته. ما برمیگردیم به قبل از یورش تازیان به ایران، یعنی کلن پرونده اینها جمع میشه و خمینی اینو داره میگه. به کی داره میگه؟ به انقلابیون. و یه مطلبی دیگه توی این جریان داره میگه، میگه این جمهوری رو تضعیفش نکنید. روح علی خامنه ای رهبر مستکبرین و تروریست های جهان دو سه سال پیش یک برنامه ای داشت، یک گفتگوی داشت و در اون گفتگو راز ماندگاری این اهریمن رو توضیح داد. اینا رو میگم بهتون تا بعد بیایم سراغ اینا منشأ دستوره و بعد بیایم توی اپوزیسیون ببینیم کیا دارن این دستور رو اجرا میکنن و شما امروز جریان هایی که دارید میبینید به کجا وصل میشه. علی خامنه ای یک پیام تلویزیونی داشت، در این پیام تلویزیونیش یک مطلبی رو گفت، راز ماندگاری جمهوری اسلامی در چیست. خیلی جالبه، حالا نگاه کن. البته من قبلا اینا رو توضیح دادم ولی سعی میکنم امشب توی یه پکیج اینا رو توضیح بدم که اگرم برای کسی هم خواستید بفرستید همش کامل باشه. بذارید من اینا الان براتون بیارم. ای بابا، تلگرام مصیبت عظماست با قول یارو گفتنی. بذار اینجوری برم درش. بله دوستان، خب ببینیم راز ماندگاری جمهوری اسلامی چیست. جمهوری اسلامی هم توسعه یافته تر از اول کار 40 سال میشه، هم پیشرفته تره و از همه جهت جلوتره به فضل الهی. خب این سوال پیش میاد که راز این ماندگاری چیست، راز این پیشرفت چیست، چرا جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی به سرنوشت نظام ها و انقلاب های دیگه دوش
دوچار نشد، علت چیست و رازش چیست. من عرض میکنم راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین دو کلمه است، یعنی جمهوری و اسلام. متوجه شدید دوستان؟ راز ماندگاری اهریمن در ایران دو کلمه است، جمهوری و اسلام. حالا بیاییم ببینیم جمهوری و اسلام در اپوزیسیون چه نقشی داره. بخش مشروطه، مشروطه چی؟ مانور میدن روی اسلامش، یعنی حاضر نیستن اسلام پای کثیفش رو از سرزمین ایران بیرون کنه. این اسلام رو داشته باشید. برگردیم رو صحبت چرچیل که در چند برنامه گذشته هم گفتم. چرچیل به ملکه انگلستان اعلام میکنه تا اسلام در خاورمیانه است، استعمار هم هست. این صحبت چرچیل دیگه، میتونید پیدا کنید. حالا علی خامنه ای میگه راز ماندگاری اهریمن دو کلمه است، جمهوری و اسلام. در اسلامش تمام تلاش مشروطه چیها حفظ اسلامه. حتی کار به جایی رسیده که امیر طاهری که حالا گنده مشروطه چیان هست میاد در یک گفتگویی و میگه اگر رضا پهلوی بخواهد قانون اساسی مشروطه رو زیر پا بذاره، من امیر طاهری و رفقام روبروی رضا پهلوی میستیم. چرا؟ چون در ذات مشروطه ستونش، ستون فقراتش اسلامه. خب این از بخش مشروطه‌مون که میگن مشروطه پادشاهی دیگه، یا جریان پادشاهی رو میخوان هولش بدن تو بغل مشروطه. زندانیان پادشاهی خواهمون رو مینویسن فعال مشروطه خواه، یا پادشاهی خواهان رو مینویسن فعالان مشروطه خواه، یا همچین چیزی. پس اسلام رو این بخش مشروطه نگه میداره، جمهوری رو دموکراسی نگه میداره. باورتون میشه؟ جمهوری رو دموکراسی نگه داشته تا امروز. یعنی چی دموکراسی نگه داشته؟ یعنی این که ما باید بشینیم اگر میخوایم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم باید اتحاد کنیم. اتحاد با کی؟ با مجاهدین باید اتحاد کنی. دموکراسی با تجزیه طلب باید اتحاد کنی، با جمهوری خواه باید اتحاد کنی، با اصلاح طلبی که پشیمون شده هم باید اتحاد کنی، اصولگرایی هم که مثل احمدی نژاد ورشکست شده با اینم باید اتحاد کنی. پس چون باید جمهور یعنی از جمع، یعنی همه. دو کلمه‌ای که راز ماندگاری اهریمن 57 هست، این دو کلمه رو جفت جریان‌های اپوزیسیون روش سوارن و شما اگر خلاف این رو بخوای حرف بزنی میشی مزدور جمهوری اسلامی. یعنی اگر شما بخوای بیای بگی آقا ایران سال 57 اشغال شد، پرچمش پایین اومد و اگه میخوای ایران رو نجات بدی باید باش بجنگی، با اشغالگر باید بجنگی و در زمان جنگ دموکراسی، مصلحت و مماشات یعنی خیانت به کشور ایران، میشی چماق به دست فحاش مزدور جمهوری اسلامی مثل سعید قاسمی. خب حالا اینجا رو گفتم، حالا بیاییم جلوتر. پس راز ماندگاری این اهریمن شد این. آدم هایی که بعد از فاجعه 57 نقش اپوزیسیون رو بازی کردن، افراد کلیدیش مثل شاپور بختیار، مثل قدرت الله همایون. شاپور بختیار در جریان دموکراسی خواهش و مشروط خواهش، یعنی میانه روی دو طرف، این در جریان قدرت الله همایون پایگزار یا بنیانگزار حزب مشروطه، این دوتا شخص به عنوان دوتا از بزرگان اپوزیسیون 57 که خودشون در به وجود آوردن اهریمن 57 نقش کلیدی داشتن، اما بلا فاصله پوزیشن اپوزیسیون گرفتن، یعنی نقش اپوزیسیون گرفتن. چون یه کسی مثل بختیار که حالا چند ده سال توی فرانسه زندگی کرده بود یا قدرت الله همایون، اینا دیگه توی ایران نمیتونستن زندگی کنن. بنابراین امتیازشون این بود که ما میایم در خارج از کشور و نقش اپوزیسیون رو بازی میکنیم. 30 سال
به فرمایش خمینی و به فرمایش علی خامنه ای حداقل این دو مهره که زیر بنای بخش زیادی از اپوزیسیون فسیل رو تشکیل میده، با همین تزهای خمینی که مراقب اسلام باشید، مراقب مشروطه باشید، و این تزش که جمهوری و اسلامی پایه های جمهوری اسلامی رو نگه داشته، اپوزیسیون هم توی همین زمین مردم رو فریب داده. نمونهش بریم نگاه کنیم. این از داخل بود دیگه، حالا یک یکی میایم جلو به بقیهش هم میرسیم. تلگرام یه مقداری داستانش چیزه دیگه، اذیت میکنه دیگه، ببخشید یه مقدار طول میکشه. بذار یکی دیگه از این عرازل و باشون نگاه کنیم. اینم چون یکی از این 57 هست، یه تروریستی هست به اسم عبدالله معتدی. یه که صحبت اینو گوش کنیم اول. رو گفتم در حالی که ما میدیدیم در انقلاب در ایران این حرکت بزرگ ضد استبدادی که به وجود اومد بر علیه رژیم سلطنتی و بر علیه دیکتاتوری سلطنتی، متاسفانه خیلی زود، همونطور که این روزها دیدیم دیگه، این سالهای اخیر در سوریه هم همینطور بود، یک جنبش اصیل دموکراسی خواهی در سوریه در واقع تحت شعاع حرکت اسلامگرای افراطی تروریست قرار گرفت و اون جنبش در زیرش تقریبا نابود شد، متلاشی شد. در ایران همین ما یک جنبش واقعا آزادی خواهی داشتیم، یک تمایلات بزرگ دموکراسی خواهی داشتیم توی ایران، ولی به دلایل عدیده که الان از حوصله این چند دقیقه که میخوام خدمتتون صحبت کنم خارجه، زمام این جنبش به دست نیروهای اصیل آزادی خواه نیفتاد. همون کلایی که سر اینا رفت سال 57، دیکتاتوری پهلوی. بعد اراذل اوباش ایران ستیز میگن چرا پادشاه ایران با این اراذل اوباش ائتلاف نکرد؟ شما نفهمیدید پادشاه چی کرد تو پاچتون. اگه میفهمیدید که همون روز که روی جلسه بود، من توی برنامه گذاشتم، چند تا برنامه توییت زدم، گفتم آخرین برگ مافیای جهانی زمین خورده شد و توسط پادشاه کیش و مات شدن. متأ یک سال بعد فهمیدن چی رفت پادشاهشون. بریم سوال قدرت الله همایون اول بشنویم تا بعد. حل مسائل ایران از جنبش مشروطیت شد، چون مسائل امروز هم مسائل 100 سال پیش ابعادش فرق داره. ولی مثلا و انقلاب اسلامی هم باید نقطه شروع حرکت تازه گرفت، برای اینکه در انقلاب اسلامی پرانتزی باز نشد که بسته بشه، همه چیز به هم ریخت، تمام بالا تا پایین جامعه واژگون شد، از به هم ریخت. شیرازه کشور اصلا بسیخ، گفتمان مردم تغییر کرد، گفتمان سیاسی تغییر کرد، همه چی. حالا بعد از اینجا شروع کرد دیگه، یه بحران، یه حالت روز بیگ بنگ. چون این انقلاب اسلامی بیگ بنگ تاریخ ایرانه، پاشید، همه چی در ازم پاشید. در این پاشیدگی یه انرژی آزاد میشه، مثل همون درسته یک توده عظیم پلاسما، یک توده عظیم انرژی در این جامعه آزاد شده، بلا تکلیف، نمیدونه چیکار بکنه، میخواد یک راهی پیدا بکنه. یک کسانی میخوان همون راه گذشته رو جلو پاش بذارن، ما نمیذاریم کار بشه، ما میخوایم هیچ راه گذشته جلوی مردم گذاشته نشه، ما باید راه تازه گذاشته بشه. این است که اون پادشاهی رو در صورت تازهش از ارتفاع میکنیم، نه در صورت گذشتهش. گذشته هم شدن، خدمت کردن، هرچه کردن، امروز قابل تکرار نیست. خب اینو شنیدید دوستان؟ برگردیم. اینو شنیدید در دفاع از جمهوری اسلامی و کوبیدن پادشاهی ایران؟ حالا اینم بشنوید. اول یه تیکه بخشی رو بشنوم دم دستم. که دیگران سوء استفاده بکنن، که بگوین ما یه بهشتی داشتیم و خمینی به جهنم تبدیل کرد. نه، بهشتی نداشتیم، ولی به بدی و به نکبتی که خمینی برای ایران و ایرانی برپا کرد نبود. انصاف رو آدم باید همیشه مراعات بکنه. حالا بعضی ها میگوین که ما داشتیم ژاپن میشدیم، ما داشتیم چنین میشدیم، این ها هم از عباطیل به نظر بنده.
و اغلب اشخاصی که ایران میگویند یا نادانند یا خودشون در اون موضع خوبی در وضعیت اقتصادی و سیاسی مملکت ما داشتند. و اگر که اون رژیم اون زیاده روی ها را نمی کرد، کسی زیاد گوش به حرف خمینی نمی داد. خب اینم شنیدید نظر شاپور بختیار در مورد حکومت پادشاهی. به دنبال یه صحبت دیگه این انگل من میگردم، اونم بذار واسهتون بیارم، چون اینجا دم دست میاد دیگه من ردش نمیکنم بره. ویدیو امشب زیاده. پادشاه مشروطه باشه. اولا پسر شاه ولیعت مملکته. میتوانه بگه من یک رژیمی بود و من ولیعت اون رژیم بودم. و با ملت ایرانی، اون که شنیدم خودشم رو بعضی وقتایی رو گفته، و با ملت ایرانی که بگه مرا قبول داره یا نه، پس در این صورت خارج از گفت باشه. خارج از گفت. یک مرکز قدرتی درست بشه که اون مرکز قدرت حالا آقا احمد و نمیدونم رفسنجانی و کی فردا و آقای نمیدونم فلان تاجر فاسد یا فلان نظامی بی هنر پرمدعا، اینها دور هم جمع میشن و دوباره ایران رو بچاپند و بگن این نقطه قدرت که در اینجا هست اسمش ما میذاریم شاه، هم حکومت بکنه هم سلطنت بکنه هم دیکتاتور باشه هم نه. این رژیم به هیچ عنوان قابل قبول برای هیچ ایرانی شرافتمند نمیتونه باشه. من هیچ مخالفتی بارها گفتم با رژیم سلطنت مشروطه ندارم، در راه مصدق میرم و صاف همین راه بوده. او جمهوری خواه نبود، کسی که جمهوری خواه بود او رضاخان بود. این تاریخ شما ببینید، تاریخ را برای اینکه میخواست یه سلطنتی را منقرض بکنه و خودش بشینه، تا که همچون فکرهایی نداریم. ولی مسئله سلطنت در ایران فقط در حدود قانون اساسی محترمه، و الا اگر دخالت بکنند به هیچ عنوان. این هم که متاسفم حضورتون عرض بکنم، خود این جوان هم اگر نخواهد دخالت بکنه افرادی منافعشون ایجاب بکنه که دائما او را محاصره بکنه، بگه آقا تو باید این کارا رو بکنی و الا نمیشه. تا اینجای جریان قدرت الله همایون در نقش اپوزیسیون به توصیه های خمینی عمل کرد، از مشروطه دفاع کرد، پهلوی ها رو کوبید به عنوان اپوزیسیون. شیپور بختیار خائن هم همین کار کرد، یعنی پدران فیک اپوزیسیون که حالا یه مش جک و جونور تربیت کردن مثل فواد پاشایی و این اتاشخالایی که ریختن، ایده و اندیشه شون اینه، همون چیزی که خمینی گفت، از مشروطه دفاع کنید پهلوی رو بکوبید. از آقای حجت کلاش که میگی رضاش، آقای سعید قاسمی نژاد که میگی رضاشا مشروطه رو زنده کرد، تمام تلاش مشروطه چیان از به قدرت رسیدن رضاشا تا همین امروز زدن رضاشاه. مگه غیر از اینه؟ مگه مصدق دشمن رضاشا نبود؟ مگه بختیار دشمن رضاشا نبود؟ مگه همین شاپور این قدرت الله همایون دشمن رضاشا نیست؟ مگه بهرام شطور مشروطه چی دشمن رضاشا نیست؟ مگه دیگرانشون دشمن رضاشا نیستن؟ پس این چه پادشاه مشروطه‌ای بود که همه مشروطه خوان دارن میزننش؟ پس ببینید رضاشا چجوری زد سرویس کرد همه مشروطه چیان رو. خب این دو جانوری که الان توی اپوزیسیون زیر بنای اپوزیسیون رو گذاشتن، که خب هیچی دیگه، شنیدید از مشروطه دفاع کنید پهلوی رو بزنید. تازه قبلا فقط رضا شاه و محمد رضا شاه رو بزنید تخریب کنید، اما از یه مدت بعد دستور جدید این شد
از رضا شاه تعریف کنید، از شاهنشاه تعریف کنید، رضا پهلوی رو بکوبید، چون اون دو تا پادشاه دیگه نیستن که بخوان خطری داشته باشن برای جمهوری اسلامی. اما این پادشاه زنده رو بزنید، یعنی از سال 1388 به این ور جریان اطلاعات جمهوری اسلامی این شد: از رضا شاه تعریف کن، از شاهنشاه تعریف کن، مثل شهرام شالاتان به رضا شاه دوم که رسیدی حمله کن، اینو بزن، از اونا تعریف کن که عام جامعه رو بتونی خر کنی، مثل شهرام شالاتان بکشی دنبال خوده، $10,000 $10,000 پول ازشون بگیری، اما به رضا پهلوی که رسیدی اینو بزنش. این سیاست از 88 به اینور جمهوری اسلامیه. حالا یک سند دیگه دارم از اینکه رهبر تروریست های جهان اعلام و دشمنی خودش رو با رضا شاه اعلام میکنه. آقا مگه نمیگید رضا شاه مشروطه چی بوده؟ مگه نمیگید رضا شاه مشروطه رو پایه‌گذاری کرد؟ مگر جمهوری اسلامی ماحصل تلاش مشروطه چیان نیست؟ مگر هر سال برای جشن مشروطه جمهوری اسلامی هزینه نمیکنه؟ مگه تمر نمیزنه؟ مگه روح الله خمینی نگفت مشروطه اساس جمهوری اسلامیه؟ مگه نگفت حکومت ما حکومت جمهوری مشروطه است؟ پس چجوریه که رضا شاهی که مشروطه رو زنده میکنه از نگاه رهبر تروریست های جهان مشروطه چیه؟ امروز یک دیکتاتور خوناشام بود که بساط مشروطه رو جمع کرده. اینه دیگه، اینه که دیگه رهبرتون داره میگه. بیا کسی بود که انگلیس ها احتیاج داشتن. رضا خان همون کسی بود که انگلیس ها احتیاج داشتن. آدمی بود بسیار بیرحم، بسیار خشن، بسیار گستاخ، خودش آدم عامی، بی اطلاع از معارف و این حرفا، لاتمنش، بی تقوا و بی ایمان. یه آدم اینجور رو پیدا کردن؟ استفاده کردن از ضعف پادشاه قاجار که احمد شاه بود. دقت کنید کینه جمهوری اسلامی از کجا شروع میشه؟ دقت کنید، به وسیله رضا شاه و یه نفر دیگه، سزیای طباطبایی که بعد اون رو کنار زدن، کودتا در ایران راه انداختن. رضا خان رو اول کردن فرمانده کل قوا، بعد کردن نخست وزیر، بعد کردن شاه ایران. همون چیزی که انگلیس ها میخواستن در ایران تحقق پیدا کرد. متوجه شدی؟ آقای سعید قاسمی نژاد که میگه رضا شاه مشروطه رو زنده کرد، رهبرتون داره میگه عقده رو ببینید کجاست. استفاده کردن از ضعف احمد شاه قاجار. قاجار مشروطه بود دیگه، حکومت مشروطه بود، و زمانی که رضا شاه وارد صحنه شد بساط مشروطه رو جمع کرد و نون این مشروطه چیا آجر شد. مگه نشد؟ و بعد اینو کسی داره میگه که سال 57 بر علیه حکومت پادشاهی کودتا کرده یا انقلاب کرده به قول خودش، و خودش رو وارث مشروطه‌ای میبینه که رضا شاه و محمد رضا شاه یک پرانتزی باز کردن این وسط و بستن و بساط مشروطه رو جمع کردن، و کل کینه این اراذل اوباش از رضا شاه و از شاهنشاه این بود که بساط مشروطه جمع شد. نه اینها، ارباب اینها، یعنی انگلستان، یعنی روس، یعنی بعدش آمریکا، یعنی بعدش فرانسه، ایتالیا و رفقاشون. چون تو بساط مشروطه خر و خربازیه دیگه، خر و با جاش میبرن، بساط مشروطه است. اما در حکومت رضا شاه شما امکان نداشت بتونی 1,000 تومان اختلاس کنی. کرد، یکی اختلاس کرد، رضا شاه بهش گفت برو تو خونت فقط بمیر، و رفت مرد. در حکومت شاهنشاه هم همین بود،
اما در دوره مصدق مشروطه چی؟ دروازه ها باز بود، هر کی هرچی میتونست میبرد و این حکومت جمهوری مشروطه اسلامی. حالا پس توصیه های اینها رو شنیدید به اپوزیسیون و صحبت های دو تا از پیران اپوزیسیون هم شنیدید. حالا میایید توی جریان، بیایم جلوتر، میایید توی نسل جدید اپوزیسیون، آدم هایی که فرستاد ابلهی یا انگلی به اسم قومی کلا رو میفرستن در اپوزیسیون، توسط این رسانه ها بوخچی ها با پول اینو میکننش لیدر اپوزیسیون. یه صحبتی داره این انگل در سال 1389 یا 90، بریم این صحبت رو با هم دیگه بشنویم. حالا به آدمای دیگه شون میرسیم ها، الان به آدمای دیگه شون میرسیم، صبر کن. آنه بذار اول این صحبت چیزو بشنویم، این صحبت قدرت الله همایون رو با هم بشنویم دوستان، ببینیم نظرش راجع به جمهوری اسلامی و رأی گیری هایی که دموکراسی جمهوری اسلامی نظرش چیه. اونجا صحبتشو شنیدید، اینجا هم بشنوید. به طور کلی شما موافق شرکت مردم در انتخابات؟ فقط یک نکته، من دو سه روز قبل از انجام انتخابات ما یک گفتگو داشتیم با شاهزاده رضا پهلوی که خب وارث تاج و تخت ایران هستن دیگه، ایشون جوری دیگری به ما گفتن، یعنی میگفتن در شرایط امروز ایران مثلا انتخابات معنی نداره. این با گفته شما یک کمی تناقض نداره؟ من نمیدونم ایشون چی گفتن، ولی نظر ما این است که انتخابات حتی در شرایط امروز ایران معنا دارد و معنا پیدا کرده، اساس نداشت قبلا، ولی از 3 سال پیش 3 انتخابات انجام گرفته است که در هر 3 مردم با نسبت های بالا شرکت کردند و در هر 3 جهت معینی رو برگزیدند و در اون جهت رای دادند و قدم به قدم جبهه انحصارگری و ارتجاع رو ضعیف کردند. پس به طور کلی شما موافق شرکت مردم در انتخابات؟ فقط یک نکته، خب دقت کردید دوستان، دقت کردید، دفاع از مشروطه، زدن پادشاهی، حمله به پادشاهان پهلوی، حمله به رضا شاه دوم در دستور کار، دفاع از جمهوری اسلامی و سازوکار دموکراسی مشروطه جمهوری اسلامی در دستور کار کی؟ اپوزیسیون. دقت کنید، اپوزیسیون قدرت الله همایون، بنیانگذار حزب ایران ستیز مشروطه ایران. حالا آدم هایی که زیر مجموعه این حزب هستن شما فکر میکنید پادشاهی خواهن؟ نه، مهره هایی هستن که جمهوری اسلامی فرستاده توی این پکیج که هدفشون این باشه. روزی که در مجلس 2 دوره قبل در تحویل شورای اسلامی انتخابات بود، اگه یادتون باشه، خشتک الله تبرزدی و اون یکی کیه زیدآبادی و امثال هم وقتی رفتن کاندید شدن برای طویله، حزب مشروطه بیانیه رسمی صادر کرد در دفاع از کاندیداتوری این آدم ها و تشویق و حمایت دعوت از مردم به شرکت در انتخابات. اپوزیسیون ها، شما این شاخه پادشاهی خواه یا مشروطه چی رو میبینی؟ تو شاخه مقابلش عبدالله معتدی و رفقا رو میبینی که هر سال در اروپا با سران سپاه تروریستی پاسداران جلسه های محرمانه دارن. اپوزیسیون ها جلسه محرمانه با سران سپاه میذارن. پس این دوتا شاخه رو دوتا اصلی که خمینی اعلام کرده بود، جمهوری و اسلامی، دارن کار میکنن. اسمش هم گذاشتن دموکراسی. اینو یادتون باشه. حالا بریم سراغ مطالب دیگه، میخوام به همه ویدیوهام برسم. داشتم در مورد این پتیار خانم صحبت میکردم. این نگاه کنید، اینجا رو ببینید. یه شب توی برنامه توضیح دادم ولی ظاهرا دوستان یادشون نمیومد کدوم ویدیو رو. سرش رو گم میکنه، به پلیس مراجعه میکنه و وقتی پلیس میگه که ما برای کمک نیاز به مشکل کوچولو میذارن که نظرش در مورد اپوزیسیون برانداز این خانم انچوچک ببینیم چیه. 5-6 سال پیش کوچولو میذارن که خستگی رو از سر مخاطبشون هم شاید حالا به در بکنه. ببینید این قضیه که الان اپوزیسیون خارج از کشور داره مطرح میکنه که همش داره تاکید میکنه این جنبش دنبال اصلاح نیست، دنبال رأی نیست، بلکه دنبال سرنگونی هست، من یاد یه قصه میندازه که ترجیحاً سخت آقای احمدی‌نژاد بگم. قصه یک خانومی که همسرش رو گم میکنه، به پلیس مراجعه میکنه و وقتی پلیس میگه که ما برای کمک نیاز به مشخصات بارزی از همسرتون داریم، شروع میکنه به اینکه
بگه همسر من خیلی قد بلند بوده، چهارشونه بوده، موهای خیلی مشکی قشنگی داشته، مشخصاتی رو میگه که هیچ تنفیتی با همسر ایشون نداشته. کسی که همراه ایشون بوده ازشون سوال میکنه که این کسی که میگه ربطی به شوهر شما نداره. میگه خب حالا که آقای پلیس داره زحمت میکشه بذار یه خوشگلترش و یه بهترش رو پیدا بکنه. به گمان من اپوزیسیون خارج از کشور همین نگاه رو داره، میگه حالا مردم داخل دارن زحمت میکشن که بذار یه دفعه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. خب متوجه شدید دوستان، زمانی که ارسال میشه با این دیدگاه و تخریب اپوزیسیون، حالا اپوزیسیون نه فکر کنید مثلا عبدالله معتدی و این جک و جنورا، نه، اینها هدفشون زدن پادشاهه، فقط پادشاه، با کسی کاری ندارن، نه، چون خطر از ناحیه پادشاهست که یک ملتی بهش امید دارن و یک ملتی خواهان بازگشت حداقل در چند قیام بزرگ بخش زیادی از اون جمعیتی که وارد خیابون شده اینو نشون داده، اینو گفته، اینو خواسته. از دیمای 96 بگیرید، آبان 98، مرداد 97، بیاین تا همینجوری بیاین جلو، مردم نام پادشاه و رضا شاه رو فریاد زدن، نام رضا شاه دوم رو فریاد زدن، اینو حداقل نشون دادن. در کنار این به موازات این یا آلترناتیو این هیچی دیگه از این جامعه بیرون نیومده. شما هرگز نجدید جایی بیان بگن قومی کلا روحت شاد، قومی کلا زنده باد، عبدالله معتدی آقایی مثلا، یا حسن شریعت مداری تو نور، یا نمیدونم فلانی، اصلا شنیدید یا همچی چیزی رو؟ نه. پس هدف از اپوزیسیون نامیدن خارج از کشور فقط شخص پادشاه و پادشاهی خانه راستینه، نه این پلاستیک جای دگوری بگوری. حالا اینو شنیدید، بیایم یه مطلبی دیگر رو بشنم. هدف از چیزی که الان گفتم، اینو از زبان خود قومی کلا اول بشنوید، اینو از زبان خود قومی کلا بشنوید. اصلا چرا سعید قاسمی رو روایت کنه؟ بفرمایید. نه، اما مشکل ما اونا نیستن، مشکل ما کسایی هستند که شاهزاده امامزاده ها رو انقدر بزرگ و مقدس میدونن. یه بار دیگه خوردم، یعنی به این فکر کن که ما نه شاه نه خمینی فرق نداره، اما مشکل ما اونا نیستن، مشکل ما کسایی هستند که شاهزاده امامزاده ها رو انقدر بزرگ و مقدس میدونن. خوردم، یعنی به این فکر کن که ما نه شاه نه خمینی فرق نداره، اما مشکل ما اونا نیستن، مشکل ما کسایی هستند که شاهزاده امامزاده ها رو انقدر بزرگ و مقدس میدونن. متوجه این مشکل چیه؟ برگردم رو صحبت پادشاه. دفاع از پادشاهی وظیفه من نیست، وظیفه طرفداران سامانه پادشاهیه. یه حرف پادشاهی دیگه. و مشکل شاهزاده است. ما یه دونه شاهزاده که بیشتر نداریم که، مگه بیشتر داریم؟ اگه بیشتر داریم به ما معرفی کنید. یه دونه شاهزاده داریم، عربستان 2700 تا داره، ما یه دونه بیشتر نداریم و هدف این یه دونه است، هدف جمهوری اسلامی این یه دونه است، اینو باید مهارش کرد. حالا چجوری مهارش میکنیم؟ آدمهایی رو با بنیاد دفاع از دموکراسی و سروس هماهنگ میکنیم، میکنیم بغل دستش به عنوان زندانبان و به عام جامعه اینجوری میفروشیم که اینها یاران پادشاه هستن، نازیلا گلستان ها، رضا پیرزاده ها، رضا قریشی ها، کیومرز نعیمی ها، بلا ماشاءالله مهدی جلالی تهرانی ها، مهدی آقا زمانی ها، یادتونه اینا رو دیگه. تا حالا بیایم جلو برسیم به امیر دله و رفقا و سعید قاسمی نژاد و انواع این جک و جنورای این ور. این بخششه. بخشی دیگه اش یه اپوزیسیونی حالا وارد میشه که این اپوزیسیون مخالف رضا پهلویه، مثل اینا. بعد پاس و پاسکاری که اون آدم ها با این مجموعه انجام میدن در نهایت یک هجمه‌ای بر علیه شخص پادشاه شکل میگیره. این خواسته کیه؟ خواسته روح الله خمینیه که این جمهوری را تضعیفش نکنید و راز ماندگاریش همون دوتا چیزه، جمهوری و اسلامی. مشروطه چیه؟ روی اسلام. جمهوری هم روی بخش دموکراسیش. همه اینها هم حول همین محور میشخن، خارج از این نمیرن، دستور کاره. حالا بیایم یه مطلبی دیگه. اینجا رو شنیدید؟ فکر میکنم اینم آوردم اینجا ببینم. نه آوردم اینجا. حالا اینا رو بگو، حالا میریم به جای خوبش هم میرسیم. حالا تو جریان مشروطه خواهیش هم
میرسیم تو جریان جدیدش. بذار اینو نشونتون بدم اول. اینو با هم گوش کنیم. نمیدونم چقدر دیگه تایم برنامه مونده. بذار ببینم. ای زهدی هم ساعت میگذره. صادقانه اینو بهت بگم، تا ازاده همه رو جمع میکرد نیست این تاکتیکی که بذار من بگم. من با روزنامه های استاطلب کار کردم، اینو از نزدیک دیدم. بذار صادقانه اینو بهت بگم، تا ازاده همه رو جمع میکرد میشون جبه خودش میگفتش که ببین الان انتخاباته، ما باید دو گروه تبدیل بشیم، یه گروه بگه ما تحریمی هستیم، یه گروه بگه ما باید در انتخابات شرکت بکنیم. ما با این در واقع کل رسانه ها رو هم تبدیل میکنیم به عرصه تولید محتوای خودمون. یعنی اگر کسی که در گروه استاطلب هست میگه تحریمی، اونم میاد به عنوان تحریمی دعوت میشه، من به عنوان حامی انتخابات، و دیگه اون کسی که واقعا در اندازه تحریمی هستن سهمی ندارن، دیده نمیشن. بعد که به انتخابات نزدیک شدیم، اونایی که گفتن ما تحریمی هستیم بیان بگن الان اینقدر احساس خطر میکنیم که در آسان انتخابات حتی ما هم تصمیم گرفتیم که شرکت بکنیم. همین اتفاق تو دوره روحانی هم افتاد، یعنی این که من میگم مال سال 88 فقط نیست که من ایران بودم. این تو دقیقاً چند شب پیش من همین موضوع رو بهش اشاره کردم، گفتم هدف اینها اینه که مردم رو از سرنگونی جمهوری اسلامی نابود ناامید کنن و در نهایت عرازل رو باشی مثل اینها و تایزاده و مایزاده بیان بگن آقا هیچ راهی ندارید جز اینکه در انتخابات شرکت کنید. اینو دیگه خودش داره اعتراف میکنه که هرگز به آدمی که حتی یک شب یک روز نون جمهوری اسلامی رو خورد اعتماد نکنید. هرگز و هرگز آدمی که یک روز نون جمهوری اسلامی رو خورده، چون اون نون پول خون ملت ایرانه و کسی که یک بار پول خون خورد همیشه میخوره. هرچند نقش بازی کنه اما نمیتونه، چون کسی که هویت داشته باشه، شناسنامه داشته باشه، اصالت داشته باشه که زیر پرچم جمهوری اسلامی نمیره که. پس کسی که یک بار رفت مرتب میره و این پول بهش این پول قاچاق دیگه بهش مزه میکنه. اینا رو شنیدید؟ این تو بخش این جک و جونه برا. حالا بریم تو بخش مشروطه خواهان یا پادشاهی پلاستیکی خواهان، آدمایی که دوربر پادشاهن. آبز اینم بشنوم، اینم گوش کنید. بیا یکی دیگه از شاخهایی که این امت برای خودشون تراشیدن تو چونه خودشون، شخصی به اسم مشتبه واحدی، اینو گوش کنید با هم. ازتون بپرسم، از شمال این اتفاقها اعدام هزاران نفر در سال 67 بود، شما اون موقع چه میکردید؟ کارم چه بود؟ در مورد این موضوع چه موضوعی داشتم؟ هر دو. خب در اون مقطعی که من عرض کردم، من تازه مسئول کالای مفروکه شده بودم. صادقانه بگم من هیچ واکنش نسبت به این موضوع نداشتم. شاید اون نقطه که شاید بعد بود اشاره میکردم، تلقی که ما در اون ایجاد شد نسبت به تقدس جمهوری اسلامی، که حالا خوشبختانه امروز من نمیگم، حتی عبدالقادر آقای کروبی شهادت دادن که من 4-5 سال پیش بهشون عرض کردم شما کلمه نظام مقدس جمهوری اسلامی رو دیگه به کار نبرید. حالا نظام محترم، نظام جمهوری اسلامی، من هنوز هم آقای فلاحتی خودم به نظام جمهوری اسلامی با اون قرائتی که من ازش میشناسم، برای هر کشوری باید یک نظام حکومتی داشته باشه، بین نظام هایی که برای ایران متصور هست نظام جمهوری اسلامی با اون قرائتی که به مردم وعده داده شده قرائت. خب حالا چرا فکر میکنید اگر مشتبه واحدی میاد پرچم شیر خورشید میذاره بغل دستش اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی، چرا فکر میکنید کسی که عمرش رو در جمهوری تروریستی اسلامی خایمالی آخوند بوده، کسی که تک تک سلول های بدنش پول خون مردمه، چرا باید اپوزیسیون باشه؟ چرا باید مورد تایید مخالفان جمهوری اسلامی باشه؟ چرا باید بیاد سر صف بشینه تا بتونه ماها رو فریب بدن؟ دیگه قدرت الله همایون نیست، شاپور بختیار نیست، این آدم ها رو باید بچینیم توی سر. این اون چیزاییه که وقتی رستاخیز سیمون بیا در جامعه ایران گروه ها و احزاب جدایی طلب باید اجازه فعالیت به طور رسمی داشته باشن؟ حتما. و حتی این اول شب این به اندازه تدریس زبان مادری ضرورت داره. خب متوجه شدید دوستان؟ متوجه شدید جریانو؟ اینم یکی از همین ائتلافیون بود دیگه. آدم هایی که خیلی جالبه،
آدم هایی که از ناف جمهوری اسلامی اومدن، آدم هایی که شریک فاجعه 57 بودن مثل عبدالله معتدی، مثل شیرین عبادی، آدم هایی که از ناف جمهوری اسلامی اومدن مثل خودشیفته فرانی، قومی کلا و و و، این آدم ها میان میگن اعتراف یادن، حالا جفتک میندازن، رضا پهلوی اومد در ائتلاف و ائتلاف رو منفجر کرد، رضا پهلوی نفوذی جمهوری اسلامی بود. آخه هارون زاده ها، شماها که همتون شلوارتون رو بکنن در کونتون مدین جمهوری اسلامی خورده، مدین آخون خورده، رضا پهلوی پادشاه رضا شاه دوم که از قبل از فاجعه 57 از ایران خارج بود و هنوزم پاش به ایران نرسیده، شما این آدم رو متهم به همکاری با جمهوری اسلامی میکنید، بعد خودتون 7-8 تایی که 6-7 تایی که از اساس با جمهوری اسلامی بودید و برای جمهوری اسلامی خایمالی کردید و کار کردید رو مخالف جمهوری اسلامی. یعنی این از اون چیزا جوکاییه که مرغ پخته جفتک میندازه. فکر کنید، برید تو توییتر نگاه کنید، سایبریای جمهوری اسلامی، رضا پهلوی عامل نفوذی جمهوری اسلامی باعث شکست ائتلاف و خون سرد چی آب سرد پاشیدن روی مردم ایران بود، روی انقلاب مردم ایران بود. آقا قومی کلاو داره دستش که اصلا مدین جمهوری اسلامی هن. مگه میشه آدم ذاتش عوض بشه؟ مگه سراغ دارید کسی ذاتش عوض بشه؟ ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است. اینو که دیگه مال امروز نیست، که 1000 سال پیشه. چرا باید عبدالله معتدی که دستش تا اینجاش تو خونه ملت ایرانه یه روزی آدم بشه؟ چرا باید شیرین عبادی یه روز آدم بشه؟ چرا قومی کلا باید یه روزی آدم بشه؟ اینا هرگز آدم نمیشن، چون ذاتشون پلیده. حالا بریم تو بسط مشروطه چی هم یکی دوتا بتونش بیا. اینا اطراف پادشاه، اینا اطراف پادشاه. ما سعی بکنیم صفوف جمهوری خواهی و پادشاهی از هم جدا بکنیم. من کاملا با شما موافق هستم که فردای رأی جمعیت بزرگی از مردم ایران سرخورده خواهند شد و احساس میکنن که سرکوب شدن و اون آینده‌ای که برای ایران میخوایم نیست. برای همین یکی از تلاش‌های اصلی حزب ایران نوین خواهد بود که ما سامانه مشروطه را فارغ از نوع نظام پادشاهی یا جمهوری جا بندازیم. سامانه مشروطه اصلا به هیچ عنوان به معنی پادشاهی خواهی یا جمهوری خواهی نیست، بلکه اون حاکمیت قانون هستش. اون که قانون بالاتر از هر فردی، چه میخواد اون فرد اول پادشاه باشه، چه میخواد رئیس جمهور باشه. و نظام نباید یک ریاستی باشه، اونجا رئیس میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد پادشاه باشه. نظام باید چند ریاستی و حداقل 2 ریاستی باشه. اگر ما خب چی شد دوستان؟ حلقه های اطراف پادشاه، دفاع از مشروطه، دفاع از جمهوری فدرال و دموکراسی، تجزیه ایران و زدن حکومت تک ریاستی یعنی حکومت پادشاهی. اون جریان قومی کلا و چپ و مف، اینم جریان راست راست. یه جریان دیگه هم نشونتون بدم آخر لایو. روشی که ما داریم پیش می‌بریم کشتن اقتدار و رهبری در اپوزیسیونه. یه بار دیگه، روشی که ما داریم پیش می‌بریم کشتن اقتدار و رهبری در اپوزیسیونه. آقا دیگه چجوری بهتون بگه؟ چجوری بهتون بگه جمهوری اسلامی؟ همتون تو دام منید. پادشاهی خواه رو نگاه میکنی جمهوری اسلامی، چپی رو نگاه میکنی جمهوری اسلامی، شاهین نجفی هم که دیدید دیگه اخیرا. برای رها شدن از این ترفندها، حیف که وقت برنامه هم تموم شد. بیا اینها، اینو نگاه کنید. بیشتر اون جوانانی که اومدن یه ماه پیش شده بود تا سال جمع کنن تو همین دسته سنی بودن، اگه دقت کرده باشید صدها هزار نفر اکثرشون هم جوان بودن. بنابراین این افراد دیگه اون گولی که در این زمان خوردن رو نمیخورن. اتفاقا بیشتر این جوانا هستن که به من میگن که ما هستیم که شما رو برمیگردونیم، ما هستیم که اون اشتباه پدران و مادرانمون رو نخواهیم کرد، ما هستیم که فهمیدیم که چه گرفتاری و چه بدبختی سر اومده با این انقلابی که این رژیم رو سر کار آورده. با قدرت پادشاهت رو فریاد بزن، فقط پادشاهت رو فریاد بزن. جاوید شاه، ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. بقیه این جک و جنورا بوقچیانی بیش نیستن که به زودی نابود میشن. لایو هم تموم شد. پاینده ایران جاوید شاه و و و و قطع.